جام زهری که به سلطان ولایت خورانده شد به تدریج اثر میکنه. با غضب سلطان تنها با اراده متشکل مردم میشه مقابله کرد. توجه شما رو جلب میکنم به بازخوانی گفتار ارژنگ بامشاد از همکارم مریم امانی. جام زهری که به سلطان ولایت خورانده شد به تدریج اثر میکنه. دولت اعتدال و توسعه و متحدانش خنده های مستانه سر میدن و سهم بیشتری طلب میکنن. معاملگران غرب و شرق از راه میرسن تا در فضای پس از تحریم از قافله کسب و کار عقب نمونن و حضورشان بر وزن دولتیان میافزایه و بر خشم سلطان نیست. و مردم با دور شدن ابرهای تیره جنگ و هیولای مرگبار تحریم امید به نفس کشیدن و زندگی در شرایط کمفشارتر رو انتظار میکشن و با چشمهای باز و گوشهای تیز راههای دورخیز رو در ذهن خود مرور میکنن. صدای خنده های مستانه رقیبان و صدای پای مردم خواب سلطان آشفته و بر غضب سلطان افسوده. گزمه های سلطان دست به کار شدن. اونها از صدای پای مردم هراسانن. اونها از جسارت مردم میترسن. اونا از حضور مردم بیمناکن. وقتی اونا راه خاوران رو به روی مردم میبندن و مانع از ورود مادران و پدران و عزیزان و جان نثاران به آرامگاه شهیدان میشن، این ترس رو نشون میده. اونا وقتی در دوشنبه نهم شهریور ماه به خانه های محمد رضا نیک نژاد از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران و مهدی بهلولی از فعالان صنفی مستقل هجوم برده و اونها رو با خود میبرن، این ترس رو بروز میدن. وقتی اونها بهاره هدایت رو علیرغم پایان دوران محکومیتش به بهانه‌های واهی در حبس نگه میدارن، یا زمانی که اعضای گروه تئاتر رو به دلیل رقص آذربایجانی زنان این گروه در یکی از اجراهای خود در نهمین جشنواره تئاتر کوتاه قره‌داغ به سپاه پاسداران شهرستان اهل احضار میکنن، این ترس رو آشکار میکنن. از این روی که گزمه های ولایت برای نشان دادن غضب سلطان دست به کار شدن. اونا وظیفه دارن مردم رو بترسونن. اونا نه تنها وظیفه دارن ارعاب ایجاد کنن، بلکه دستور گرفتن تا رقیبان خودشون رو هم گوشمالی بدن تا خنده های مستانه شون به زهر خند بدل شه. وقتی شکوری راد دبیرکل حزب تازه تأسیس اتحاد ملت ایران اسلامی رو بازداشت و بازجویی میکنن، و یا زمانی که در سلول مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی با بوق و کرنا از یافتن موبایل و سکه های طلا خبر میدن، در حالی که وکیل مدافع مهدی هاشمی میگه موبایل و سکه هایی که مبکرم در اوین به همراه داشته به هنگام ورود به بازداشتگاه اوین صورت جلسه شده بود، میخوان به رقبان بگن شکمهاتون رو برای سهم بیشتر در قدرت صابون نزنید. سلطان قصد کوتاه آمدن نداره. هنوز هم هستن اونایی که جام زهر کنونی رو کافی نمیدونن و با یه دست کردن سلطان و رقیبانش در قدرت بر یک جراحی بزرگ پای میفشارن. اونها به بمب‌های بشر دوستانه بیشتر اعتقاد دارن. اونها که از صدای پای مردم بیش از فریادهای غضب سلطان وحشت دارن، به ارتش اسرائیل، به دلارهای سعودی، به طرح‌های نوکان‌های آمریکایی و به کشتی‌های توپدار اموسان بیشتر اعتقاد دارن. جای بنفش اونا در رسانه‌های همگانی، در روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و در مدافعاتشون از ایده‌های ناب و از زبان پروژه بگیرهای رنگارنگ میتونیم ببینیم. اونا نه تنها از مردم نامید شدن، بلکه از صدای پای مردم هم وحشت دارن. اونا خود رو قیوم مردم میدونن. اونا به زبان دیگه خود رو ولی این مردم میدونن و براشون شاه، رئیس جمهور، رهبر، منجی و پیشوا تعیین میکنن. ایده نیز راه نصیحت سلطان رو در پیش گرفتن. امید اونا به اصلاح اموره. چه اونهایی که در درون قدرت هم و چه اونهایی که در بیرون از دایره قدرت. اونا به گامهای آرام که خواب سلطان رو آشفته نکنه اعتقاد دارن. اونا به تفسیرهای مندرآمدی از قانون اساسی آویزونن. صدای پای مردم در گوش اونها به صدای پای فاشیست شباهت داره.
اونا از انقلاب مردم مثل جن از بسم الله وحشت دارن. اونا یک انقلاب رو به چشم دیدن و میترسن تمامی دستاوردهاشون به یک بار دست بره. پس با احتیاط عمل میکنن. اونا به مردم تا جایی اعتقاد و احتیاج دارن که نردبونه بالا رفتن اونا باشه. زیاده خواهی های مردم اونا رو کلافه میکنه. درخواستای صنفی و مطالباتی مردم با آموزه های اقتصاد سیاسی اونا همخونی نداره. اونا از سلطان دلگیرن، زیرا بر این باورن که غضب سلطان میتونه خشم مردم رو برانگیزه و اون وقت دنیای اونا هم تیره و تار خواهد شد. اونا همانقدر جراحی بزرگ جنگ طلبان وحشت دارن، از صدای پای مردم و شکلی جنبش مستقل اونا هم وحشت دارن و هم نفرت. اما راه دیگه ای هم هست، راه خود مردم. مردم ما نشون دادن که به ندای طرفداران جراحی بزرگ اعتنایی ندارن. واکنش مردم به تحولات عراق، افغانستان، سوریه و لیبی بسیار گویاست. مردم از لالایی های اصلاح طلبانه نیز خسته شدن. بارها این لالایی ها رو تجربه کردن، هزینه های زیادی برای اون دادن. مردم به تدریج در میابن که باید روی پای خودشون بایستن تا بتونن حقشون رو بگیرن. وقتی اونا در سراسر کشور در هیئت معلمان به صحنه میان، قدرت خودشون رو تجربه میکنن. وقتی در لباس پرستاران جمع میشن، به توان خودشون باور میکنن. وقتی مانع چرخیدن چرخهای تولید در اینجا و اونجا میشن، به نقش خودشون بیشتر واقف میشن. وقتی با حضور گسترده و توده‌ای نگرانی خود از مرگ زاینده رود، کارون و هامون را نشون میدن و یا با بستن دهانشون به گسترش ریزگردها اعتراض میکنن، خود رو تمام قد نشون میدن. این راه حضور مردمه. مردمی متشکل در محلات، کارخونه ها، ادارات، شهرها و روستاها، در حلبیابات ها و حاشیه شهرها. مردمی حی و حاضر در شبکه های واقعی و منطبق بر خواسته های بیواسطه خودشون یا در شبکه های اجتماعی برای خبررسانی و با هم بودن در سراسر کشور و سراسر جهان. اینکه مردم کی و کجا و به چه شکلی وارد صحنه میشن تنها از تجربه خودشون ناشی میشه، نه از رهنمودهای داهیانه این و اون. با غضب سلطان تنها با اراده متشکل مردم میتونیم مقابله کنیم. ترس سلطان نباید عامل ترس مردم باشه. غضب سلطان از سر ترسه. این غضب رو باید بدون ترس در هم بشکنیم.